راه قدست کربن است. یعنی آدم مست به تدبیر توجهی نداره، به مشاوره و استدلال های عقلی نگاه نمی کنه که مست. خب شما راننده های تهران ایران در نظر بگیرید، در روزگار ما حتما هنوز هم همینجوره. این آقا فکر نمی کرد که این فرمون که دستشه یک وظیفه ای رو داره انجام میده و وظیفهش این است که این گروه مسافر رو سالم از نقطه A ببرد به نقطه B. خیال می کرد که این آقا که نشسته و این رول دستشه مالک جان و مال و حیثیت این مردم هم هست. شما در این آمریکا سوار اتوبوس بشی می‌بینی این آقا آدم خیلی خونسردی است، مطلق تون نمیره، تمام این قوانین رانندگی رو رعایت میکنه و فقط وظیفه خود میداند که سالم این گروه رو برساند به یک جای دیگه و این دستمزدش رو دریافت بکنه. صاحب قدرت نیست، صاحب یک وظیفه است. اما اون راننده اتوبوس در تهران بارها، من فقط 33 بار در ماجرای استعفا در کاری که داشتم 33 بار از تبریز آمدم به تهران و برگشتم. کمتر وقتی هم هست که ما جنازه ها رو کنار خیابان ندیم، کنار جاده. حالا مثلا اون شاهراه مملکت هم بود، همچین که اون یکی از این میزد جلو به این بر بخورد، در واقع به قول عوام میگن به تریش قباش بر بخورد که این آقا از من جلو زده، حالا بهت نشون میدم. پار میزاش روی گاز با این تعداد آدم جان اینها رو به خطر، چون صاحب قدرت اونم نشه بود، اون راننده هم یه جوری نشه قدرت بود. اگر نشه قدرت نبود جرأت نمیکرد چنین کاری بکنه. اگر خودش رو در واقع موظف به اجرای بعض قوانین رانندگی حتی میکرد، این کارها رو نمیکرد. بوق 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 جاده تنگ، تریلیا میان میرن، یا بیشتر تصادفات بابت قدرت نمایی اون راننده بود. مردم ما به چند گروه احترام میذاشتن، به خصوص در ده ها یه ژاندارم اگه پیدا میشد، پاسبان، این راننده ها. اون تهش هم نوشته بود داداش مرگ من یواش، میکنم رانندگی دارم توکل از خدا، نمیدونم از خطر محمود محفوظ مانم حرمت شاه رضا. یه عکس معشوقش هم جلو گذاشته بود اونجا، این آهنگارم هر چی دلش میخواست میذاشت سر ملت و در کسی جرأت نمیگه آقا راننده است دیگه. داستان قدرت هم عیناً همینه، فرقی نمیکنه آدم یه نشه نباشه مست نباشه. وقتی میان میگن آقا این جنگ رو بخوابانید مثلا 150 بیلیون دلار هم بگیرید، نه خیر، راه قدرت کرد. فقط آدم مست این حرف رو میزنه، دیوانه قدرت این کار رو میکنه. 500 هزار کشته، بنده نمیدونم 1 میلیون معلول هستن، معلولان جنگ. نه ما اونها رو میبینیم، نه این رژیم میخواد کسی اونها رو ببیند. از 20% و 30% و یک چشم و یک دست و بیپا و جوانای مملکت، دلاوران ایران بودن این بچه ها. به خاطر این مملکت هم رفتن به جنگ، نه به خاطر آخوند. حالا این آقا نشه است، این آقا، آقا شما رو کی انتخاب کرده؟ شما از کجا آمدی؟ آقا شما چه کاره این مملکت هستی؟ و همین ها کشورها رو در واقع به شکست و تجزیه انداختن در طول تاریخ، به انحطاط بردن، ملتی رو بیچاره کردن. این داستان سلطان محمد خوارزمشاه، این آقا گویا در اصفهان بود، مستم بود، شرابش خورده بود، نه تنها سکر قدرت داشت، سکر شراب هم داشت. یه مردکی رو هم در اترار عرض کنم از خیشان زنش گویا بوده، اینا گذاشته بود اونجا سر مرز بود. 600 نفر از آدمای برگزیده مغول‌ها که مسلمانان بودن، تاجران مسلمان مغول، سفیران حسن نیت چنگیزخان، این طمع کرد بین آقا ما اینا رو آوردیم برای شما. نامه نوشت که تعدادی جاسوس از کفار مغول، تعدادی از کفار مغول، من با اینا چیکار کنم؟ گفت هر کار می‌خوای بکن، گریم اینا رو سر بری. یک آدم مستی در یک لحظه کوتاه
که دو نوع مستی یقه او رو گرفته بود، هم سکر قدرت داشت هم مستی شراب، بنیاد یک مدنیتی رو از مصر تا هندوستان از میان برداشت تا اروپا،